تاکنون 14 اثر از ایران در فهرست میراث ناملموس یونسکو ثبت شده و آخرین آنها ساز دوتار بوده است. در این ویدیو به مرور میراث فرهنگی و معنوی ثبت شده ایران در یونسکو می‌پردازیم. موسیقی. در سال 2009 ردیف موسیقی ایرانی به عنوان نخستین اثر ایران در میراث معنوی یونسکو به ثبت رسید. ردیف موسیقی ایرانی گنجینه سنتی موسیقی کلاسیک ایران است که به طرز قرار گرفتن آهنگ‌ها و نغمه‌های موسیقی می‌پردازد و ماهیت فرهنگ موسیقی کشورمان را شکل می‌دهد. در ردیف موسیقی ایرانی بیش از 250 واحد ملودیک وجود دارد که به آنها گوشه گفته می‌شود. ردیف موسیقی به دو شکل سازی و آوازی اجرا می‌شود. ردیف موسیقی ایرانی تمرینی برای زیبایی شناسی و نمایانگر فلسفه فرهنگ موسیقایی ایران است که در قلب موسیقی این مرز و بوم نهفته و فرهنگ و هویت ملی ایرانیان را بازتاب می دهد. خدایا تو اکارم جز عشقیلا تقصیری. از دیگر آثار ثبت شده حوزه موسیقی ایران در میراث ناملموس یونسکو می توان به موسیقی بخشی های خراسان اشاره کرد. بخشی های استان خراسان به خاطر مهارت در نواختن دوتار شهرت دارند و اشعار و حماسه های اسلامی را با مضامین اساطیری، تاریخی و افسانه‌ای نقل می کنند. این نوع موسیقی به عنوان موسیقی مقامی نیز شناخته می شود. هنر ساختن و نواختن کمانچه در سال 2017 در میراث معنوی یونسکو ثبت شد. قدمت ساختن و نواختن کمانچه به بیش از 1000 سال میرسد. کمانچه از مهمترین بخش‌های فرهنگ موسیقی در ایران و آذربایجان است. مهارت‌های سنتی ساختن و نواختن دوتار تازه‌ترین اثر ثبت شده ایران در میراث ناملموس یونسکو است. دوتار در سال 2019 به آثار معنوی یونسکو اضافه شد. بسیاری از نوازندگان در حین نواختن دوتار به نقل روایات حماسی، اخلاقی و تاریخی می‌پردازند. احمد محمود ابوالقاسم خنگرل بشر و سید کونه ولی امه شهد تقد سنونی که بود حیدر و صفدر وسیم احمد مرسل امون معجل و مقداد علی آقلی اعلا. آیین و رسوم. آیین‌هایی که از ایران در میراث معنوی یونسکو به ثبت رسیده عبارتند از نوروز و قالیشویان مشهد اردهال. آیین سنتی مذهبی قالیشویان مشهد اردهال در کاشان سال 2012 به فهرست میراث معنوی یونسکو اضافه شد. این آیین مربوط به نمایش نمادین تشییع و خاکسپاری علی ابن محمد باقر است. طبق روایات مردم فین و روستای خاوه پیکر فرزند امام محمد باقر را پس از شهادت او پیدا کردند، در یک قالی قرار دادند و برای انجام غسل به سمت یک نهر بردند. مراسم قالی شویان هر سال در نزدیکترین جمعه به 17 مهر ماه برگزار می شود. نوروز دیگر آیینی است که در سال 2016 به فهرست میراث ناملموس یونسکو افزوده شد. یادگار کهن در ایران، افغانستان، آذربایجان، هند، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان جشن گرفته می شود. از دیگر ردپاهای ایران در فهرست میراث معنوی یونسکو هنر فرش بافی است. مهارت‌های سنتی فرش بافی در کاشان و فارس به طور جداگانه در سال 2010 ثبت جهانی شدند. نمایش‌های آیینی زینب وفا دارم. از دیگر رسوم ثبت شده ایران در یونسکو می توان به تعزیه اشاره کرد، هنری آیینی که در سال 2010 ثبت جهانی شد. در هنر تعزیه وقایع مذهبی، تاریخی و داستان‌های اساطیری در قالب نمایش بازگو می شوند. تعزیه اغلب در ایام عزاداری محرم اجرا می شود. از دیگر آثار ثبت شده ایران در یونسکو می توان به نقالی اشاره کرد.
نقالی قدیمی ترین شیوه داستان پردازی نمایشی در ایران است و نقالان به عنوان کسانی که فرهنگ و ادبیات فارسی را حفظ می کنند شناخته می شوند. هنر نقالی به استعدادی بالا، حافظه قوی و توانایی در جلب توجه مخاطبان نیاز دارد. یونسکو در سال 2011 نقالی را در فهرست آثار معنوی خود قرار داد. ورزش‌ها. ورزش‌های ثبت شده ایران در میراث ناملموس جهانی یونسکو، ورزش زورخانه‌ای و چوگان است. چوگان که در سال 2017 وارد فهرست یونسکو شد، یکی از ورزش‌های سنتی اسب دوانی است که گاه با موسیقی و نقل داستان همراه می‌شود. این ورزش در ایران قدمتی بیش از 2000 سال دارد و در آن دو تیم اسب سوار سعی دارند گوی را به وسیله چوب مخصوص بازی به دروازه حریف برسانند. ورزش پهلوانی نیز ترکیبی از عناصر اسلامی و اعتقادات کهن ایرانیان است. این ورزش در محیطی موسوم به زورخانه انجام می شود. ورزش زورخانه‌ای و آیین پهلوانی در سال 2010 به فهرست یونسکو اضافه شد. ساختنی ها. دانش سنتی لنج سازی و دریانوردی با لنج در خلیج فارس در سال 2011 در فهرست میراث ناملموس یونسکو ثبت شد. ساخت سنتی لنج های ایرانی با دست انجام می شود و ساکنان سواحل شمالی خلیج فارس از آن برای سفرهای دریایی، تجارت، ماهیگیری و صید مروارید استفاده می کنند. دانش سنتی مربوط به لنج ها شامل کشتیرانی، تکنیک های مسیریابی، پیشبینی آب و هوا، مهارت ساخت کشتی های چوبی و برگزاری جشن است. محصول دیگری که به نام ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده نان لواش است. فرهنگ پخت نان لواش که در سال 2016 به میراث معنوی یونسکو وارد شد، در ایران، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه کم و بیش رواج دارد و آن را گاه به سنتی فراگیر در این جوامع تبدیل کرده است.